بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر صاحب عزیز، به درس امروز خوش آمدین. امروز درس ما در مورد اوورین تومور ها می باشم که اوورین تومور ها چی هستند، کدام انواعشان است، کلیش امروز می خوانیم. یک معلومات جنرال عمومی در مورد اوورین تومور های جزء کشیده که خود اوورین تومور ها را گفته که معمول ترین تومور های ادنکسا می باشه یا کتلات ادنکسا در خانم های بیشتر از 55 سال است. تظاهراتش معمولا یک ابدومینال دیستنشن یا توسعی بطنی می داشته باشند، چون ای به مرور زمان وقتی که کتلات بزرگ میشه رحم هم توسع پیدا میکنه و دیستنت میشه. دیگه باول ابستراکشن است که می خود بزرگ شدن کتلات ام آر زیر فشار میره و ابستراکشن میشه و پلورال افیوژن است. دلیلی که چرا پلورال افیوژن پیدا میشه کسایی که اوورین کانسر ها دارن، یکی میتونم دلیلش میتاستاز باشد که از طریق پریتون به طرف دیافراگم، از دیافراگم به طرف کویتی میره و پلورا منتشر میشه. دیگه ای که میتونه که خود این میتومور یک انفلمیشن ایجاد کنه که میتومور اندیوس انفلمیشن که از سایتوکین ها رو ریلیز میکنه در ساحه و پرمیبیلیتی کپیلری هایی که در قسمت پلورا صورت زیاد می سازه و لیکاش صورت می گیره و پلورا لفیوژن واقع می شه. دیگه ممکن لمفاتیک دریناج ها یا تخلیه لمفاوی هم ابستراکشن پیدا کنه، انسداد پیدا کنه و فیوژن به وجود بیه. ریسک ازی در کدام افراد زیاد است؟ در کسایی که سنشان بلند است، بعد از مینوپاز است، در پیش کسایی که لایف تایم اوویولیشن یا زمان حیات اوویولیشن شان زیاد است. مثلا چی مانا؟ مثلا یک کس است که بسیار در سن خورد بلوغ میشه و اولین عادت ماهوارش آغاز میشه و در سن دیرتر به مینوپاز میرسه، پس این فاصله زیاد میشه، فاصله اوویولیشن زیاد میشه، هر ماه اوویولیشن تعدادش زیاد میشه. از خاطر خود اوویولیشن یک ریسک است به خاطر اوورین تومور ها، چون در هر ماه فولیکل رپچر میکنه و تخم آزاد میشه، اپیتلیال دمج واقع میشه و دمج خودش زمینه را به خاطر تومور ها مساعد میسازه. دیگه اندومتریوزیس است که گفته بودیم خود حجرات اندومتر به شکل اکتوپیک در دیگه قسمت ها در فالوپیان تیوب اووری و بیرون جدار رحم میتونه موجود باشه. دیگه جنتیک پریدیسپوزیشن هاست که برکا 1 و برکا 2 جین میوتیشن ها باعث از این میشه. دیگه لنج سندروم است که خود لنج سندروم اونم هیردیتری نان پلیپوزیس کلورکتال کانسر ها می باشه که معمولا پیش کسایی که این لنج سندروم موجود می باشه ریسک به وجود آمدن کلورکتال کانسر و اندومتریال کانسر ها دیده می شود. پیش کدام اشخاص ریسک از این پایین است؟ پیش کسایی که پریویس پرگننسی دارن. پریویس پرگننسی دلیلش این است که اونم یک مدت ان اوویولیشن موجود می باشه، مثلا مدت 40 هفته یا 42 هفته ان اوویولیشن است، اوویولیشن واقع نمیشه و از اینم اپیتلیال دمج دو جریان جلوگیری میشه. دیگه دکتر سیبای عزیز، خود تغییرات هورمونی در اون زمان است که سوی پروژسترون در جریان پرگننسی زیاد میشه و پروژسترون اکسپوژر زیاد است و این خود از این یک رول پروتکتیو داره در مقابل تومورها. دیگه بریست فیدنگ است که خود بریست فیدنگ هم دلیلش نمو لکتیشنال امینوریست که یک مدت امینوری واقع میشه و اوویولیشن واقع نمیشه، اپیتلیال دمج جلوگیری میشه. از دیگه نجریان بریست فیدنگ استروژن اکسپوژر هم کم میشه و سوی پرولاکتین چون زیاد میشه استروژن نهی میکنه، این رول محافظوی داره. دیگه اورال کانتراسپتیف هاست که پروژستین و پروژسترون هست. دیگه تیوب لایگیشن هست که پیش کسایی که فالوپیان تیوبشان لایگیت میشه، بنابر هر دلیل ای از میتاستاز کانسر از اووری به دیگه قسمت ها و از دیگه قسمت ها به اووری جلوگیری میکنن و یک پوینت مثبت است. خب اینا نظر به ای که موقعیت نظر به موقعیت اوریج نزی دکتر صاحبای عزیز، ای به سه نوع تقسیم شده به شکل عمومی، سه نوع که هر کدامش باز از خود یک سب تایپ داره. اینا سه نوع، یکی اپیتلیال تومور هستم، یکی جرم سل تومور هست و یکی هم سیکس کورد استرومال تومور هست. اپیتلیال تومور ها اینا اوریجشان منشهشان سرفیس اپیتلیوم اووری می باشن. از لحاظ پاتوفیزیولوژی و جنتیک میوتیشن خود برکا 1 و برکا 2 قسمه که در عمومیات گفتیم ایده ای رول داره. دیگه همچنان میوتیشن تی پی 53 که تومور سپرسور جین هست
رول داره که باعث از این میشه که این میوتیشن ها در نتیجه میوتیشن های امی گروت یا رشد و سل دیویژن به شکل ان کنترول واقع میشه و اپوپتوز هم نهی میشه. یعنی اپوپتوز یا پروسه مرگ فیزیولوژیکی که در خود حجرات صورت میگیره اون امور مانع میشه و حجرات توماری و سرطانی رشد میکنه با شکل غیر منظم. دیگه اوویولیشن اندکشن یا متحرک ساختن اوویولیشن یا ای که تحریک کردن اوویولیشن در پیش کسایی که در شکل نرمال اوویولیشن ندارن، مثلا در پی اشخاص در پی سی او کلومیفین میتن که همو اوویولیشن واقع شوه پیش خانم ها. پس اوت یک حالت ها دیگه هورمون ریپلیسمنت تراپی، کارسینوجن هایی که در محیط شخص با مواجه میشه کل از یا در بوجود آمدن اپیتیلیال تومور ها رول دارن. اینا لی انواع مختلف داره. معمولا گفته که میتونه که به شکل سیروزی باشه یا میوسینوز باشه. سیروزی که توسط سیروز اپیتیلیوم پوشانیده شده که سیروز اپیتیلیوم معمولا در فالوپیان تیوب ها دریافت میشه و میوسینوز شام که از توسط میوسینوز اپیتیلیوم پوشانیده شده که معمولا در سرویکس دریافت میشه. دیگه ای که میگه خود امی ده بخاطر ای که ما بتانیم جواب تداوی خود ارزیابی کنیم که چقدر تداوی ما نتیجه داده و دوباره ریلپس شه میتونیم توسط این امی CA 125 که یک میجرمنت تشخیصی است توسط ازی کانسر میجرمنت شه پیشرفت شه پروگنوز شه و رشد شه اندازه گیری کنه میتونیم و تداوی ما چقدر نتیجه داده. دیگه جرم سل تومور ها داریم. دکتر سایبای عزیز، جرم سل تومور ها منشیش خود حجرات پریموردیال می باشه. پریموردیال سل اونم حجرات بود که باز پسان می رفت و چی رو می ساخت، فولیکل می چو رو می ساخت. سایستا پریموردیال سل های ما منشیش می باشه. در پت فیزیولوژیش گفتم و امبریونیک دیولاپمنت ها یا امبریونیک دیولاپمنت ایرور هایی که واقع میشه معمولا او دلیلش میتونه باشه. دیگه جنتیک و کروموزوم الاب نورمالیتی هاست، اینا که هسته بسیار زود رشد میکنه و زود میتاستاز میتر جرم سل تیومور ها. ای گفته دیفرنشیت انتو سوماتیک استرکچرز لیک تیراتوما اور اکسترا امبریونیک استرکچرز لیک یوکساک تومورز. ای میتونه که به تیراتوما ها و یا به یوکساک تومور ها هم دیفرنشیت شد و تبدیل شد. بعض حالات ها میتونه که به شکل ان دیفرنشیت باقی بمونه که بنا به دس جرمینوما یک میشه. دیگه سیکس کورد استرومال تومور ها داریم که حجرات که اوریجن از این هسته، حجرات استرومای اووری هسته. دیگه خود کنکتیف تیشو هایی که در اووری سیدا کلش منشی از یا می باشه. پاتو فیزیولوژی از یا خود هورمون الکتیویتی ها در وجود آمدن از این رول داره که معمولا هورمون های مثل استروجن و اندروجن ها و یکی هر دوش اینا تولید میکنن. کلینیکال سیمتوم را که ایجاد میکنن و عبارت از نمو امبالانس هورمون ها دیگه، چون اینا خودشان هورمون تولید میکنن، امبالانس هورمون ها را ایجاد میکنن و در پات فیزیولوژی از گفته شده که بعض میوتیشن و بعض جین ها هم در وجود آمدن از این رول داره. اینا را خود تومور گفته دیولاپ فرام امبریونیک سکس کورد دیولاپس انتو تیکا ان گرانولوزا سل اف فولیکل سرتولی ان لایتک سل اف سیمینیفریس تیبیول. ای به چی تبدیل میشه؟ به چی دیولاپ میکنه؟ به تیکا و گرانولوزاسل که در فولیکل هست که چندین بار تال برتان ذکر کردیم که اگه یک فولیکل باشه، فولیکل دو طبقه حجرات داره، طبقه اولش طبقه گرانولوزا و طبقه دومش هم طبقه تیکاسل میباشه که تیکاسل اندروجن میساخت و گرانولوزاسل هم باز از اندروجن ها استروجن میساخت. دیگه گفته چیز دکتر صاحب عزیز؟ دیگه یک از استروم ها میتونه که دیولاپ شوه از خود اوورین کورتکس. پس انواع زیر گفته که هم از سکس امبریونیک سکس کورد است و هم از استروم هایش. اینا رو میمار کدام از زیر دانه دانه میخوریم که کدام هر کدام از زیر چی کدام انواع را داره. خب اپیتریال تومور های ما یکی سیرو سیستادین ما داره. سیرو سیستادین ما یک حالت بیناین است و معمول ترین اوورین نیوپلازم میباشه که توسط حجرات مانند فالوپیان تیوب لایک یا اونم سیروس که گفته منه سیروس، حجرات سیروس یا حجرات فالوپیان مشابه فالوپیان تیوب پوشانیده شده. دیگه میوسینوس سیستادین ما داریم، هم یک حالت بیناین است، مولتی اوکیولیتیت است، یعنی که یک تومور ممکن چندین دونه کمپارتمنت داشته باشه و این کلان می باشه.
ای توسط اپیتلیوم که مخاط سیکریت میکنه ای پوشانیده شده. دیگه برینر تومور داریم، این معمولا بیناین می باشه و اپیتیل که از این تشکل شده اپیتیل یوریتریال یک یا بلادر لک اپیتیلیوم می باشه و خود هستی از به شکل هستی یا دانه قهوه می باشه. دیگه سیروس کارسینوما داریم که معمول ترین حالت مالگنانت اووری می باشه و این سموم آبادی را تشکل می ده. سموم آبادی چیز دکتر صاحب عزیز یک جسم به شکل اوال یا به شکل گرد می باشد، تخموری شکلش می باشد و از بقایای ذخایر کلسیم و از مواد پروتئینی در بین از این موجود می باشد. اینا یک تعداد تومور هاست که اینا سموم آبادی دارن. کدام کدام هست؟ یکی خدا می سیر و سیست دین ماست، دیگه میزوتلیوم ماست، مننجیوما و پاپیلری کارسینوما تایریدی چاردن هورمون های هستند که به شکل وصفی آدم میگن که در بین ایده سموم آبادی موجود هستند. دیگه میوسینوس کارسینوما داریم که یک حالت مالگنانت از بسیار نادر واقع میشه و میتونه که از اپندکس و یا هم از یک قسمت های تومور های سیستم هضمی چی کنه میتاستاز به تبع به قسمت که ای بالاخره در نتیجه میتاستاز سودو مگزوم و پریتونی را میسازه که ای یک حالت است که در داخل پریتون مواد های مخاطی تجمع میکنه. دیگه دکتر صاحب عزیز جرم سل تومور ها داریم که میچور سیستیک تیراتوما است، ام میچور از دست جرمینما و یلوکس اف تومور داره. آره میخوانیم میچور سیستیک تیراتوما ها چیست؟ اینا به نام درمید سیستم یاد میشن به خاطر که از اکتودرم، اندودرم، میزودرم، حضرت عرصه طبقی از ساخته شدم. بیناین میباشم، معمولا معمولترین اوورین تومور در خانم های جوان میباشم. با چی شکل می باشه؟ به شکل یک سیستیک ماست که هر سه جرم لیر الیمنت های هر سه جرم لیر داره، مثلا تی دندان داره، موی داره، سیبوم داره، دیج دیده میشه. و سنتیراتوم ها رو دیدیم در کتاب های پتالوجی، شاید شما هم دیده باشین. می بی پینفول سکندری تو اوورین انلارجمنت اور تورشن، چون این به مرور زمان کلان میشه، یک کلان شه ممکن که تورشن به وجود بره و دردناک شوه. دیگه یک شکل مونودرمال داره دکتر سیبه ایزیز که هرسی طبقه در این فقط یک طبقه می باشه و معمولا اینو تایرو تیشو در بینش می باشه، به نام استروم و اووریات می شه و تظاهراتش معمولا هایپر تایرویدیزم می باشه. ای به حالت های مالگنان بسیار نادرن تحول میکنه، اگر تحول هم کنه باز به اسکوام و سل کارسینوما تحول میکنه. دیگه این میچور تراتوما داریم که یک حالت مالگنان است، اگریسیف است، بسیار به شکل شدید پیش میره و رشد میکنه. ای باز فیتل تیشوها را در خود داره، چون خودش جرم منشیش جرم سل است، از خاطر فیتل تیشوها را در خود ممکن محتویش باشه و همچنان نیورکتودرم. نیورکتودرم هم چون از امیسه لایه جرم سل ها از اکتودرم چی میکنه؟ تشکر میکنه. دیگه معمولا پیش از سن 20 سالگی دیاگنوز میشه و پریزنتیشنش ای است که به شکل یک ام میچور و امبریونیک لایک نیورال تیشو در بینش دیده میشه، مشاهده میشه. پریزنتیشن شینامیس یعنی مشخصی شینامی است. دیگه دست جرمینوماس یا یک حالت مالگنانت است، معمولا در نوجوانا دیده میشه و مشابه به سیمینوما در مردا میباشه و به شکل فراید اگ، فراید اکسل قابل مشاهده می باشه. از لحاظ استولوژیکی تومور مارکر هایی که دی بلند میره که اشتیجیست و یکی هم خود لکتی دی هایدروجنیز است که سویه زیاد دی بلند میره. لکتی دی هایدروجنیز به خاطر بلند میره که یکی که خود جرم سل ها حاوی لکتی دی هایدروجنیز می باشه، از او خاطر چون دی جدس جرمینوما دیگه جرم سل به شکل نرمال دیویژن میکنه، سل دیویژن میکنه. دیگه ای که تیشو دامج واقع میشه، در هر جایی که تیشو دامج واقع میشه LDH سویج بلند میره. خود وقتی که دامج واقع میشه هایپوکسیا حجره با هایپوکسیا مواجه میشه، باز دیجه هم خود ان ایروبیک چی فعال میشه میتابولیزم و در ان ایروبیک میتابولیزم سوی لکتیت دی هایدروجنیز بلند میره. دیگه یورکساکتومور است که بنام اندودرمال ساینس تومور هم یاد میشه، یک حالت مالگنان تو اگریسیف است، هم به شکل کتلیش به شکل زرد و هموراژیک می باشه. 50%شان شیلر دوال بادی ها را می سازن، شیلر دوال بادی که مشابه با یک گلومیرولای کلیه می باشه. تومور مارکر های از چیز طبیعی الفا فیتوپروتین در اینا بلند می ره. معمولا در اطفال و در جوانای در خانم های نوجوان ای واقع می شه. یک شیلر دوال بادی می باشه که می بینیم منظری یک گلومیرولا داره، یک تیوب داره و
یک لومین داره قابل مشاهده می باشه. دیگه سیکس کورد استرومال تومور هست که فیبروما داریم. فیبروما این حالت بیناین است و به شکل فیبروبلاست های به شکل اسپندل دهی قابل دید می باشه. دیگه میکس سندروم از فیبروما که یک تراید است، یک سه پایه داره که یکی اوواریان فیبروماست، اسایتس هست و پلورال فیوژن و خانم احساس یک کشش در قسمت ناحیه گروین خود داره. دیگه تیکوماس یک حالت بیناین است، استروژن تولید میکنه. پریزنتیشن چی رقم است که ابنال و یوترین بلیدنگ دارای مریضا بیشتر در پوست میری پازل فیمیل های دیده می شود. سرتولی لایدکسل تومور است که از حالت بیناین است، شکلش گری یا خاکستری و یا ای که زرد نسواری می باشه. ما معمولا تستیکولر هستولوژی ها را گفتن، استولوژیش مشابه به استولوژی تستیکل می باشه که تیوبیل ها داره، کورد داره و یا توسط سرتوریسل به شکل پنگ پوشانیده شده. اینا اندروژن تولید میکنن چون سرتولی و لایدک مجارات مردانه هستند، سبب وایرلایزیشن میشن، هرزوتیزم و میل پترن بالتنس و کلایتور انلارجمند. دیگه گرانولوزا سل تومور داریم. دیگه گرانولوزا سل تومور از دکتر سوی عزیز که تومور مالیگنانت سکس کورد استرومال تومور ها می باشه، معمولا در فیمیل ها در سن 50 سالگیشون واقع می شود و استروژن و یا هم پروژسترون تولید میکنه. در پرزنتیشن های چیست که خونریزی در خانم های پوست مینوپازال است، یعنی بعد از اینکه مینوپاز واقع میشه پیش از یا خونریزی واقع میشه. دیگه اندومتریال هایپرپلاژیا، سکشوال پریکاسیتی یا مون پریکاشی از پیوبرتی پیشن پیدا میشه در پری ادولسنس و قبل از جوانی بلوغیت. دیگه برست اندرنس است. هستولوژی از راز هستولوژی ایم یک حجرات را به نام کال اکسنر بادی تولید میکنه که چی رقم از این حجرات گرانولوزای هستن که در اطراف یک مایه ایزونوفیلیک اینا منظم ارنج میشن، ترتیب و تنظیم میشن و مشابهت زیاد به یک پریموردیال فولیکل میداشته باشن. تومور مارکرهای از یا چیست که ساوی انهبین دهی بلند میره. چرا انهبین؟ بخاطر که خود گرانولوزاسل انهبین تولید میکنه وقتی که دهیجا به شکل تومور و به شکل ابنورمال سل دیویژن میکنه، نگه این ساوی انهبین هم بالا میره. دیگه خود برست هسته این میبینین، اگه برست باشه ایر از یک مقطع گرفته شده میبینیم که قسمت نپلش میشه. این لکت فیروس تیوبی دکتایش هستم، اون ترمینال دکتش هست و لوبیل هایش هستم که هر کدام این قسمت از خود امراض مختص به خود داره که در لکت فیروس دکت انترا دکتال پاپیلوما آبسس مستایتس و پاجیدیزیس باوجود میه. در ترمینال دکت و لوبیل ها فیبروسیستیک چین دکتال کارسینوما انسایتو لکت فیروس دکت کارسینوما انسایتو دکتال کارسینوما و لوبیولر کارسینوما دستروماش هم فیبرادینوما و فیلودیستومور ها باوجود میه. ای هم یک منظره دگیش هسته که اینی حجرات گلاندولار هسته نپل، این نپل است سعیز آریولا ساهی اطراف نپل که برنگ تاریکتر از جلد می باشه. دیگه دکتایش هسته یا امپولا و ای هم حجرات گلندولرش می باشه. اینال بیناین برز دیزیز داریم و ملگنن داریم. بیناینش که هسته که فیبروسیستیک چینج هسته که خود از نامش مانیم از فیبروسیستیک، یعنی تغییرات فیبروزی و سیستیک باوجود می آید. در خانم های پری مینوپازل بین 20 تا 50 سال باوجود می آید و معمولا تظاهرات از یا چی می باشه؟ پری منسترال بریست پین، پیش از اینکه منسترویشن واقع شده سدیشان درد پیدا میکنه و یک به شکل کتلات یا لمپس یا به شکل سیستکا قابل جست می باشه. معمولا دو طرف هم می باشه و محرقاتشان متعدد می باشه. اینا نان پرولیفریتیف لیجنا دارن و پرولیفریتیف دارن. نان پرولیفریتیف لیجناشان که است شامل یک سمپل سیستم می شه که مملو از مایع می باشه و دکت هم دایلیت شده می باشه. دیگه پاپیلری اپوکراین چینج واقع می شه در نان پرولیفریتیف شن. پاپیلری اپوکراین چینج چی رقم است که خود اینمی گلندولار سل ها که است مشابهت پیدا میکنه با اپوکراین قدوات عرقیه. دیگه استرومال فیبروزس ریسک کانسر معمولا در اینا بلند نمی باشه. پرولیفریتیف لیژناش کلام است باز یک اسکلروز گادینوز است و اپیتیلیال هایپرپلاژی است که اسکلروز گادینوز خود اسینی ها یا گلندولار سل هایشان و استرومایشان فیبروز میکنه و با کلسیفیکیشن ها مترافق می باشه. ریسک کانسر در مریضا بالاست. دیگه اپیتیلیال هایپرپلاژی می باشه که حجرات که در ترمینال دکت یا هم لوبیولر اپیتیلیوم از اینا هایپرپلاژی میکنن، ریسک کارسینوما در این حجرات بلند می باشه و حجرات شان به شکل اتیپیکال غیر وصفی هست، یعنی
یکی جهگ رقم دیگه جهگ رقم اوجراتش از هم متفاوت می باشد. دیگه انفلامیتری پروسس داریم در حالات بینان که کیفت نکروزس است و لکتیشنال مستایتس. فت نکروزس دکتر سایبایز یک حالات بینان می باشد بدون درد و همچنان بدون درد می باشد و لمپ معمولا در اثر تراما یا انجوری خود انسان جسدیه باوجود میه که به شکل چی رقم می باشه؟ می خود سیست که تشکل میکنه یا لامپ که تشکل میکنه کلسیفاید و آیلی می باشه. سیست در ماموگرافی هم رقم یک منظره دیده میشه. دیگر نصیرت که باز بایوپسی گرفته شه باز نکروتیک فت و جاینت سل هادی قابل مشاهده می باشه. تا 50% مریضا میگه اما تراما را راپور نمیتن، یعنی دلیلش میگه که تراما نیسته. دیگر لکتیشنال مستایتیس هست که در جریان شیردهی باوجود میه چون سکینگ وقتی که صورت میگیره خود نپل کس یک ترکیدگی ها پیدا میکنه. دیگه به خاطر این زمینه را مساعد میسازه که انفکشن های مانند استافیلوکوکس اوریوس در صاحب مداخله کنه و یک حالت انفلامیتوری را به وجود بیاره. دیگه تداویش توسط آنتی بیوتیک ها صورت میگیره و برست فیدینگ باید کنتینیو شوه و ادامه داده شوه. دیگه بیناین تومورها داریم که فیبرادینوما است، اینترادکتل پاپیلوما و فیلودیستومور است. فیبرادینوما معمولا در خانم های کمتر از 35 سال دیده می شود و یک کتله خرد با اطراف بسیار واضح و متحرک می باشد و خود تومور که از حاوی فیبروستیشو ها و غدوات می باشه. سایز و تندرنسش با افزایش استروژن بالا میره مثلا پیش از منسپریشن و در جریان پرگننسی. ریسک آف کانسر از یوزوالی نات انکریز، کانسر معمولا در ریسکش دیده نمیشه. دیگه اینترادکتل پاپیلوما است که این اسمال فیبرو اپیتلیال تومور ودن لاکتیفیروس دکت می باشه. در خود لاکتیفیروس دکت های در قناته شیری دیده میشه و تحت موقعیتش در تحت آریولا می باشه و معمولترین دلیل دسچارج یا مفرازات نپل می باشه این همی خود انترادکتر پاپیلوما. یه افرازات می تونه به شکل سیروزی باشه یا به شکل خون باشه. ریسک کانسر دیان نسبتا بلندتر می باشه. فیلودیس تومور که هست یک کتلی بسیار کلان که خود کنکتیف تیشوهای سدیه در اینجا داخل هستن و این همچنان سیست و لیف لایک لوبیولیشن، سیست هایی که لوبیولیشن ها دارن یا لوبیول ها دارن مشابه به برگ درخت در دهه پنجم معمولا باوجود می و بعضشان ممکن مالگنان شوم. ببینید این یک فیلودستومور است که دکتل دهلیشن هم در اشتراد گرفته و یک کتله بسیار کلانه که به شکل سیستیک و ملتی لوبیولر است. درست است و این پایینش که از دکتر سیمایید بازی فنگس ها مداخله کردن اگه شاید یک حالت چی شده باشه، مالگنان شده باشه. دیگه گاینکومستی هست که در گاینکومستی ها خود نزج سیدیه در مردا کلان میشه. دلیلش این است که سوی نسبت استروژن بر اندروژن ها افزایش پیدا میکنه، یعنی نسبت به اندروژن ها سوی استروژن بلندتر میباشه. در نوزاد ها در دوره نوجوانی و در اشخاص پیری نرمال می باشه اما گفته بار از پیبرتی نصیرت که پرسست کنه باز جنیکومستی ها را ایجاد می کنه. از باب دیگهش سیروزس هست، هایپوگونادیزم و تستیکولر تومور ها و بعض دواها. سیروزس بخاطر است که در سیروزس کبد و وظایف نرمال خود انجام داده نمی کنه که از وظایف نرمال کبدی بود که در میتابولیزم استروژن و در کلیرنس شرول داشت. وقتی که سیروزس واقع شد همون وظیفه خود انجام داده نمی کنه و سوی استروژن بالا میره. دیگه در هایپوگونادیزم و تستیکولر تومور ها ممکن اندروژن یا هم بعضی تومور ها باشه که استروژن ها را زیاد تولید کنه. دیگه بعضی دوا هاست مثل اسپایرون لکتون که انتی اندروژن هست و سوی اندروژن که کم شد و سوی استروژن بالا میره. دیگه برست کانسر از دکتر سایوی عزیز معمولا گفته را خانم های پوست میری پازل دیده میشه و به شکل یک پالپی بل مس یک مس قابل جست که بسیار سخت باشه دیده میشه. در اپر کوادرانت در اپر اوتر کوادرانت اگه سیدیه باشه سیدیه را به چهار کوادرانت تقسیم کنیم این قسمت اپر و اوترش میباشه. مثلا این دو دانه سیدیه باشه این قسمت اپر و اوتر این قابل دید میباشه. میگه در حالت های این وصفش چی رقم می باشه؟ میگه معمولا از پکتوریال با پکتوریال مثل چی می باشه؟ چسبیده می باشه که از جبادی فشی و با کوپر لگامنت و با جلد امکوی را پوشانده و او طرف می رسه و نپلا به طرف داخل کش می کنه ریترکشن می ته و اسکن دمپلنگ که جلد به طرف داخل سیدیه کش شده می باشه. معمولا گفته از ترمینال دکت لوبیولر یونیت ها از جمنشه میگیره. دلیلش هم اوور اکسپریشن استروژن و یا هم پروژسترون رسپتور ها میباشه.
یا استروژن ریسپتور یا پروژسترون ریسپتور و یا هم هرتو یا هیومن اپیدرمال گروت فاکتور ریسپتور دو، اینا وقتی که اوور اکسپرس میشن در ساحه زیاد تظاهر میکنن. این حالت ها ممکن به وجود بیاید. باز یک حالت بسیار خطرناک است که بسیار اگریسیو است، این تریپل نگاتیو باش میگن که عرصه از علمی نگاتیو است. عرصه از نگاتیو است باز با تداوی هم جواب نمیده، چون اگر ما بخوایم هورمونال تراپی کنیم یا بعض دواهایی که برن به یاخذه ها وصل شون و عملکرد خود انجام بتن، یا خزه وجود نداره، دوا تاثیر نمیکنه، تداوی هم نتیجه نمیده. ریسک فاکتورش در فیمیل و در میل فرق میکنه. یعنی در میل و در فیمیل فرق میکنه. در فیمیل که از سن بالا هستوری اتیپیکل هایپرپلاژیا دیگه تاریخچه فامیلی داشتن برست کانسر در نژادها، نژادهای سفید زیاد مساعد هستند، اما نژادهای سیاه باز گفته به این شکل تریپل نگاتیفش بسیار مواجه میشن. دیگه میوتیشن برکاون برکا دو جین، دیگه خود استروژن اکسپوژر، پست میروپازال اوبیسیتی، چاقی بعد از مینوپاز که خود ادیپوس تیشو ها باز استروژن از اندروستنیدایون ها یا از اندروژن های استرون یا استروژن میسازه. دیگه افزایش توتال نمبر منستریشن سایکل ها یا مو لایف تایم اوویلیشن که گفتیم، نه لایف تایم اوویلیشن تا پیش کسایی که زیاد باشه در اونا زیاد دیده میشه. دیگه ابسنس آف بریس فیدنگ، خانمایی که بریس فید نمیکنن، خانمایی که در سنین زیاد بالاتر پرگننت میشن و کسایی که الکل میگیرن. در مردا ریسک فاکتور هاشیز دکتر صاحب عزیز خود برکا تیومیتیشن است، کلینی فلتر سندروم، اکزیلری لمف نود میتاستازیس، موس امپورتنت پروگنوستیك فاکتور ان ارلی استیج دیزیز. دا قیان گفته زمانی که اکزیلری لمف نود ها دوجا میتاستاز میتا، باز این امید یک پوینت بسیار مهم است بخاطر تعیین انظار مرض در سنین در استیج های اولیش، چون خود از طریق امی میتاستاز ما میفهمیم که ای در کدام استیج خود موقعیت داره. ای بود درس امروز ما دکتر سیبای عزیز، درس آخر خدا، آخرین لکچر خدا بخیر، فردا تنظیم میکنیم. دکتر سیمه این سوال نان انویسیف کارسینوما ها را میخوانیم با تقریبش انویسیف نان انویسیف کارسینوما ما که هستم، یک شامل دکتر کارسینوما انسایتو میباشه، پجت سلس هست و پجت دیزیز هست و همچنان لوبیولر کارسینوما انسایتو میباشه. دکتر کارسینوما انسایتو ما چی هست؟ اینا که هست خود همی لومینه که در دکت است، درست است؟ ای خود لومینه چی میکنه؟ پر میکنه که در تصویر بی به ما نشان میده که خود روی بلک است، میگه اینی حجرات نیوپلاستیک بر ما نشان میده و ای که است همو اویه هایی که به شکل انگورج تبدیل شده او رو بر ما نشان میده. این خودش از کجا چی رقم شناسایی میشه؟ می خود دکت های ما که است با اتیپیکی غیر وصفی میشه و معمولاً در بینش در وقتی که ماموگرافی صورت بگیره مایکرو کلسیفیکیشن ها یا کلسیفیکیشن های بسیار کوچک کوچک قابل مشاهده می باشه. یک حالت ارلی مالیگننسی از دکتر سایبای ایتیز که خود در قسمت بیسمنت ممبرین چی نکده، پنیتریت نکده یا داخل نشده و این کدام کتلی را تشکل نمیده، یعنی به شکل که یک کتله قابل جست نمی باشه. دیگه پاجی دیزیز از دکتر سایبای عزیز، پاجی دیزیز خود یعنی وقتی که کارسینوما انسایتو به طرف لکتفیروس دکت ها انتشار پیدا میکنه و از او قسمت میه به قسمت نپل، به جلد نپل خود میرسانه، ای رو میگه پاجی دیزیز و یک منظری رو تشکیل میده که باش منظری اگزیماتوز میباشه در کدام قسمت، در قسمت خود نپل و در قسمت اسکنه که در آریولاست. اگر یادتان باشه ما در درس های قبلی هم خوانده بودیم، گفتیم اگر یک برست باشه، این مشکی بسیار جالب شدی برست، یک تصویر است بگیم، اگر یک برست باشه دکتر سایبای عزیز، درسته در برست ما قنات هاست، این قنات های ترمینال هست، باز قنات های لکتیفیروس هستی رقم باز را داره و خود نپل را داره. این حالی چی رقم هست؟ این همی دکتر کارسینوما انسایتی که در این قنات های چی بود نه؟ در قنات های ترمینال بود. این چی میکنه؟ این میه به طرف بیرون آمده، میه از لکتفیروستیر میشه به طرف جلد نپل، میه اطراف آریولا رو میگیره و یک ساحه رو تشکیل میده، اگزماتوز، منظره اگزما رو داره. میبینین اینی تصویر که میبینین اینی یک پاجی دیزیز است،
پس جدی زیز هسته که منظر یک زماتوز هسته خود نپلم گرفته و اطراف آریولارم گرفته و منشی اصلیش هم از داخل می باشه از ترمینال دکت ها دیگه لوبیولار کارسینوما این سایت از دکتر سایی بایش که دیجه ساوی کدهرین ساوی کدهرین کم میشه کدهرین چیست؟ کدهرین خودش یک ادهشن پروتین است ادهشن پروتین های است که وظیفه اینمی است که اجرات و یک دیگه استک یا در حالت چسبیده نگاه میکنه و یک نسج میسازه یا یک ارگان میسازه به می رقم و در صورت که این کدهرین کم باشه در حجرات سرطانی چی میشه که اینمی حجره ها دیگه از هم میپاشن جدا میشن سیسته و میرن منتشر میشن به دیگه قسمت ها اسپریت میکنه کنسل اسپریت میکنه پس ساوی کدهرین در لوبیلر کارسینوما انزایتو کم میشه پس میگم که یک حالت چیه دکتر سیبایز یک حالت جدی تر است چون امکان نشرش زیاد است کدام ماس یا کلاسیفیکیشن قابل دید نمی باشه کدام مرض علائم هم نداره فقط با شکل انسیدنتال یا تصادفی در جریان که بایپسی گرفته میشه اینا دریافت میشن ریسک کانسر گفته که میتونه در هر کدام سدیا واقع شوه و اتنیس که مثلا دم یک سدیا دم این کوادرانت بوجود بیایه این ممکن داره در هر کدام سدیا در هر قسمتش بوجود بیایه دیگه اشکال انویسیف داریم دکتر سیبایدیس انویسیف دکتر کارسینوماست که اینا به شکل فرم سخت نویت فبروس و راک هارت یعنی یک سنگ سخت اینا او رقم یک منظره دارن with sharp margins که خود نواهیش یا اطرافش و مشخص و واضح و تیز است و small glandular duct like cells in desmoplastic stroma و در خود قسمت استرومای دزموپلاستیکش small glandular و به شکل غدوی قناتی یا مثل قنات قابل دید می باشه دکتر سایبای دیسی دزموپلاستیک استرومای نالوسیاسی یک نسج فبروزی است که در رسپانس بعد بعض تومورهای ایجاد میشه هاوی کلاجن می باشه فبروبلاست می باشه هاوی کلاجن و فبروبلاست و بعض پروتین های دیگه که در اکستراسلولار ماتریکس است می باشه وظیفه از چی است؟ وظیفه از این است که سبب گروت یا رشد تومور میشه و سبب جیش میشه تهاجمش به یک قسمت ها و سبب میتاستاز میشه پس یه خودش چیست یک کتله سخت فیبروزی با اطراف یا نواحی تیز و همچنان دیجی دزموپلاستیک چینج ها دیده میشه یعنی که زمینی ازی برابر شده که نمی تومور چی کنه رشد کنه و میتاستاز بده به شکل سمال گلندولار و دکت لایک این معمولترین نویت از انویسیف بریست کنسر ها می باشه دیگه انویسیف لوبیولر کنسر ها داری نکتر سای بیزیز دیگه هم که از سویه کدهرین اکسپریشن هم ما کم است یعنی که امکان میتستادش زیاد است orderly row of cells single file no duct formation دیگه چی است؟ امی حجرات به شکل یک رو کلش قرار گرفته و کدام duct formation در جدیده نمیشه و این دزموپلاستیک ریسپانس در یاد دیده نمیشه یعنی این ریسپانس که دیجا گفتیم اینه که یک نسج فبروزی که در مقابل ریسپانس تومور ایجاد میشه این ریسپانس در این نوع تومورها دیده نمیشه معمولا به شکل بایلیترال میباشه و ملتیپل لیژن در سیم لوکیشن در این لوکیشن چندین دانه لیژن قابل مشاهده میباشه دیگه اینویسیف کارسینوما شکل انفلامیتوریش است که این در کجا در قسمت لمفاتیک های در مسافات لمفاتیک درمل ای تهاجم پیدا میکنه و ای اعراض علائم تولید میکنه چون انفلامیتوریز دیگه پین است درد سرخی پندیدگی یا تورم و ناحیه خود جلدم چی میشه؟ سرخ میشه یا ریتماتوز میشه یعنی در قسمت های از جلد که فولیکل های موی وجود داره سایز در اطراف از و این یک ایرساها ایرتماتوز میشه سرخی باوجود میگه که شکل چی رو وقت میگیره منظری پوست نارنجه ببینین دی تصویر زیاد واضح هم معلوم نمیشه ما شما میشه که در انترنت بزنین نمی نامشه و به این رقم یک تصویر بسیار واضح مثل پوست نارنج واری یا پوست کینو واری به شما
نشان میدن. ای باز اما حالت است که انظارش بسیار ضعیف می باشه و 50% سروایول در 5 سال، یعنی در جریان 5 سال امکان زنده ماندن نفر 50% می باشه. معمولا گفته نظر به مشکل ظاهری که داره توسط مستایتس یا پاجیدزیس می تانه که اشتباها مستایتس یا پاجیدزیس تشخیص شوه و کدام مسق قابل جست نمی باشه. معمولا در اینویسیف کارسینوما ها مس قابل جست نمی باشه به جز اینویسیف دکتل که به شکل یک کتلی سخت قابل جست می باشه. دکتر سیبای عزیز، بخش فیمیل پتولوژی را خلاص کردیم، اینو الان میهم سر میل پتولوژی. میل پتولوژی از جمله که پیرونی دیزیز می باشه. پیرونی دیزیز که از عبارت درامو یک موجودیت یک انحنای ابنورمال در قسمت پنیس می باشه که دلیلش میتونه که موجودیت یک فیبروس پلاک بتین تونیکا البوجینا باشه. خود تونیکا البوجینا یک ساختمان فیبروزی در اطراف چی می باشه؟ در اطراف یک گرگان می باشه که برازو کمک میکنه که در استرکچرش سپورت میکنه. نال دی وقتی که در تونیکا البوجینا حالت نرمالش وظیفیش که او باشه یک فیبروس پلک، یک پلک فیبروزی دوجا موجود می باشه. باعث از این میشه که نمی استرکچر از درست به حالت اصلی و نرمال خود حفظ نشه و تغییر شکل کنه اگه نهنا بوده. این associated with repeated minor trauma during intercourse، جریانه که در زمانی که انترکورس واقع میشه از این شخص و در صورت که کرواتور داشته باشه برش تراما ها یا صدمات کوچک کوچک برش وارد میکنه. سبب پین، سبب درد میشه، سبب انزایتی میشه و ارکتایل دیسفانکشن ها را هم به وجود میاره. این چی رقم تداوی میشه؟ تداویش که از سرجیکل رپیر میباشه که به توسط تداوی جراحی تداوی میشه و یا همی که کولاجنیز برش میدن تا اینکه نمی خود کرو بشیشه و استابلایز شوه یا منظم شوه، جور شوه. این از پینال فرکچر چی کنه؟ میگه فرق میکنه. از پینال فرکچر فرق میکنه که در پینال فرکچر خود تونیکا آلبوجینا در اثر یه مقویه که به شکل انحنا بالایش وارد میشه ای رپچر میکنه و پاره میشه و فرکچر ایجاد میکنه. اما ای پیرونی دیزیز ریسته یک انحناس فقط، کدام فشار بالایش نیست که جا باز فرکچر کنه. دیگه اسکیمیک پریاپیزم هسته. ای چی هست؟ ای حالت است که یک شخص عمود حالت ایرکشنش باقی میمونه با مدت بیشتر از 4 ساعت و یک حالت بسیار دردناک می باشه. معمولا در توسط کدام حالت ها این مترافق می باشه؟ یکی با امراض سکل سل دیزیز. سکل سل دیزیز چی رقم است؟ که خود آر بی سی که به شکل سکل یا شکل داس مانند و خود گرفته، اونم آر بی سی ها چی میکنه؟ تخلیه و دیره بلاک میکنه. در کدام قسمت؟ در قسمت کارپوس کاورنوزوم. اما اویه که در قسمت کارپوس کاورنوزوم از جره بلاک میکنه و این باعث از این میشه که ایت یک حالت پیش شوه. دیگه باز دواها میتونه که سبب طولانی مدت شدن اینمی ایرکشن شوه که سلدنفیل و ترازدون میباشه. دکتر سایبه عزیز، خود سلدنفیل که است ای یک فوسفو دایستریز 5 انهبیتر یا پی دی ای 5 انهبیتر می باشه. این معمولا وظیفه فوسفو دایستریز 5 ای است که خود سیکلیک جی ام پی را بریک داون میکنه. سایستا در صورت که اگه ای انهبیت شوه ای هم بریک داون نمیشه. ای که بریک داون نشوه سوی سیکلیک جی ام پی بلند میره. سوی سکلیک جی ام پی که بلند میره ای سبب از این میشه که اسموت مسل ریلکسیشن و وز دایلیشن واقع شوه. در کدام قسمت؟ در قسمت کارپوس کاورنوزوم که در ایرکشن رول داشته است. نال وقتی که ای واقع میشه ای سبب دوامدار شدن ایرکشن میشه. پس این دواهای از که سلدنفیل بود مثلا ترازدون دواهای است که بخاطر
انزایتی و دپریشن استفاده میشه، یا انتی دپریسانت است و ای از ساید افکتش اینا میسک سبب پریپیزم میشه. تداوی از چی رقم است؟ تداوی از این واسط کورپورال اسپایریشن یا از اون قسمت خون میکشن تا ای که یکم چی شوه ایرکشن خاتمه پیدا کنه. دیگه ای که انترا کاورنوزل فینایلفرین است از جمله تداوی های است که سبب واز کانسترکشن میشه. دیگه سرجیکل دیکمپریشن تو پریونت اسکیمیا، و خاطر که از اسکیمیا جلوگیری شوه سرجیکل دیکمپریشن صورت میگیره. دیگه اسکوام و سل کارسینوما داریم دکتر صاحب، باید جز معمولا گفته در یو ایس دیده میشه، و اما در آسیا، افریقا و ساوت امریکا چیست بیشتر کامن یا عام میباشه. این معمول ترین تایپ پینال کانسر میباشه. پریکرسر لیجنا یا زیاده که بوون دیزیز است. بوون دیزیز چیز دکتر صاحب، باید جز که در مشخصی استیج های ابتدایی اسکوام و سل کارسینوما می باشه که هنوز تهاجم نکرده برای یک قسمت ها و در خود طبقه بیرونی جلد است. دیگه چی است؟ یکی که در خود شفت پینایل موقعیت می داشته باشه یا در جسم پینیس موقعیت داره. پریزنتیشن چیز که لوکو پلاکیا یا پلاک های سفید سفید قابل دید می باشه. دیگه ایرتروپلاژی آف کویرا دست دکتر سوی باید جز که ایرتروپلاکیا پلاک های سرخ می باشه، و ای هم یک حالت است که این می خود کانسر که است یا کارسینوما طبقه مخاطیره مخاطی گلانس پینیز مساب ساخته که ای سعی کنید بوون که بود بوون وایت پلاکس بود. دیگه ایرتروپلاژی آف کویرات که است کویراتش هم رد بود. دیگه باز یک پریکرسر دیگهش بووینوید پاپیولوزیس است که گفته کارسینوما انسایتی آف ان کلیر مالگنان پوتنشال پریزنتینگ از ردش پاپیول، یعنی ای نه سفید است نه سرخ است، یک چیز از وینردی است یا مشابه به گلابی. این بیشتر در نزد کدام اشخاص دیده میشه؟ در نزد کسایی که هنوز ختنه نشدن و کسایی که ایش پی وی 16 نزدشان موجود میباشه. پس ای که است دو نوع اعراض داره، یکی اعراض ارلی استیج داره، یکی اعراض ادوانس داره. اعراض ارلی استیجش منمو رد و یا وایت چیا می باشه، رد پچ پچ دیگه پاپیول ناجیل می باشه، اما باز ادوانسش که از خود کتله قابل جذب می باشه، درد پندیدگی درد و پندیدگی دیگه خود ویت لاس و فتیگ اینا کلش در اعراض ادوانس باز قابل مشاهده می باشه، و یک تصویر از اسکوام و سل کارسینوما می باشه. دیگه دکتر صاحب عزیز، ما کریپتورشیدیزم داریم. کریپتورشیدیزم ها چیز و نمو حالت هست که خصیه ها از امو زمان که موقعیت روشنی میشه در حیات داخل رحم قسم که می باشه از امو وضعیت باقی میمونه و پایین نمیشه و طرف از قسمت ابدومین به طرف پلویک دیسنت نمیکنه. دیسنت فیلر آف وان اور بوت تستس دیجا هم یک تستس نشان داره که ببینین این قسمت تستس موجود است اما این قسمت چیز قابل مشاهده نمیشه، دیجا یک طرفش فیل شده که پایین شده به صورت که این مدامقیت نا اصلی خود نبیه دکتر صاحبای عزیزی، اما خود پروسی اسپرماتوجنیز هم مختل میشه بخاطر که درجه حرارت در خود اسکروتوم تا به ابدومن فرق میکنه. در ابدومن درجه حرارت زیادتر میباشه و در اوج اسپرم نمیتونه که تشکل کنه و رشد کنه. انالوجی در اسپرماتوجنزیس امپیر شده بخاطر که اسپرم در درجه حرارت کمتر از 37 رشد میکنه و در ابدومن درجه حرارت از 37 زیاد میباشه. این سبب ساب فرتایلیتی میشه، یعنی تا زمانی که این دوباره پس اصلاح میشه این پایین آورده میشه این شخص تا وقت فرتایل شده نمیتونه. Can have normal testosterone levels. تستوسترون نرمال میتونه که تستوسترون لول میتونه نرمال باشه بخاطر چی؟ بخاطر که لایدکسل ها با تمپریچر افکتد نمیشه. اگه یادتان باشه ما در درس های اناتومی یا امبریولوژی خوانده بودیم که سرجوری سل ما تمپریچر سنسیتیف است اما لایدکسل ها که است تمپریچر سنسیتیف نیست. پس این چیز بیشتر گفته لایدکسل ها
زیاد متاثر از حرارت نیستن، از خاطر تستوسترون نرمال میتونه باشه. اما پیش از این کسا این ریسک افزایش جرم سل تومورها زیادتر دیده می شود. خود پریماتوریتی یا کسایی که قبل از وقت به دنیا میان ریسک کریپتوشیدیزم بیش از زیاد می باشه. دیگه سابی انهبینی بی کم می باشه به خاطر که حجرات سرتولیزی شده دیگه دامت شده، دیگه حجرات سرتولی دامت شده به خاطر که پایین نمیده. سرتولی که دامت شده دیگه انهبین هم ساخته نمیشه. انهبین که ساخته نشه، انهبین وظیفشی بود که افسج نهی کنه. وقتی که انهبین نباشه سوی افسج و الچی میشه بالا میره. تستوسترون دکریز ان بایلترال کریپتور شیدیزم. به صورت که اگه بایلترال باشه سیسته، اگه بایلترال باشه دیگه باز تستوسترون سویش پایین میایه. حجرات لایدنگ هم قادر به اینه میباشه که تستوسترون به حد نرمال تولید کنه. اما در صورت که یونیلیترال باشه باز نرمال می باشه، چون یک طرف میدانه قادر به است که بسازه. Most cases resolve spontaneously، خود به خودی اصلاح میشه. در صورت که اصلاح نشه باز اورژیپکسی عملی است که تستس ها دیسنت میشن از قسمت ابدومن به طرف پلویک آورده میشن. این باید پیش از سن 2 سالگی صورت بگیره. دیگه یک حالتی داریم به نام تستیکولر تورشن. تستیکولر تورشن داریم. تستیکولر تورشن میگه خود تداور خصیه ها به دور اسپرماتیک کورد و اویه هایی که در قسمت هسته. معمولا تظاهرات چی رقم هست که در مردای 12 تا 18 ساله به وجود میایه و دلیل شمی است که مترافق به کدام حالت میباشه. کانجینیتال این ادیکویت فکسیشن اف تستس تو تونیکا واجینالیس. اگر یادتون باشه ما در درس های امبریولوژی خوانده بودیم تونیک واجینالیس اونمو بقایای اسپریتوان بود که می آمد و بسته می شد، ابلوتیلیت می شد. ای گفته چی؟ گفته اسوسییتد ود کانجینیتال این ادیکویت فیکسیشن اف تستس تو تونیک واجینالیس. ای خود تستس میگه نتونسته که در تونیک واجینالیس به شکل درست خود فکس کنه و ای یک وضعیت هوریزنتال به خود گرفته که به نام بل کلاپر دیفارمیتی یاد می شود. اینجا ببینین، اول پیش از اینکه پیش بریم، این وضعیت نرمال تستس است یا خاصی است. در صورت که اونم با تونیک واجینالیز درست ندانه که واصل یا عدد شده باشه، بازی به شکل هاریزنتال به خود گرفته، این رقمی قرار گرفته در حال که اعتباید باشه. اما این رقم یک وضعیت به خود گرفته. After inciting even like trauma، بعد از یک حادثه که صدمه باشه، صدمه رسیده باشه، این مثلا تراما و یکی میتونه خود به خودی رقم شوه. تظاهراتش چیز یک درد بسیار شدیده که دفتن ایجاد شده و تستس از اون موقعیت نرمال خود کده کم و بالاتر قرار گرفته. و خود کریماستریک ریفلکس چیسته میگه ابسنت یا موجود نمی باشه. خود کریماستریک ریفلکس چی رقم است که در قسمت اونسی تای در قسمت اونسی ران یک تنبیه میشه، یک تنبیه توسط یک چیز نکتیز مثلا تنبیه میشه و در مقابل تنبیه عضله کریمستر کانترکت میکنه و باعث از این میشه که اونم طرف که تنبیه شده خوشی از اون به طرف بالا بره. اینمی تست، اینمی رفلکس دیانه میباشه وقتی که تنبیه میشه. درست است وقتی که تنبیه میشه اما خوشی بلند نمیره. دیگه پرینساین دهی منفی می باشه. پرینساین چی رقم بود که وقتی که خود خصیه همراه دست بلند می شد اما درد یا پینه که موجود باشه او ریلیف می شد. به صورت که ریلیف می شد اپیدایدمایتیس یا یک مشکل دیگه مربوط اسکروتوم می شد. اما اگر ریلیف نمی شد، اگر بلند کنه و یک طرف خصیه رو درد ریلیف نشه و بازی رو می گن تستیکولر تورشن، که اگر ریلیف نشه تست منفی می باشه. دیگه تریتمنت یا تداویش چی رقم است؟ سرجیکال کرکشن یا به نام اورژیپکسی یاد میشه که تا به 6 ساعت تورشن بایدی واقع شوه. به شکل منوال هم میتونه که واقع شوه اگر وقت کم باشه و سرجری به سرجری وقت نباشه. به شکل منوال هم میشه که ایدی تورد شوه. اگر گفته که
خود تستس چی نشده باشه، یعنی کمی خود تستس اگر وایبل نباشه یا قابل از این نباشه که دیگه او وظیفه خود انجام بده و یک من حیث یک عضو چی نباشه زنده، اورژکتومی میشه یعنی کاملا بیرون کشیده میشه چون نه قابل به درد بخور نمی باشه دیگه. وقتی که اورژیوپکسی when performed should be bilateral because the contralateral testis is at risk of subsequent torsion. وقتی که اورژیوپکسی انجام میشه یعنی نمی دوباره ای تورشن اصلاح میشه، ای باید به شکل بایلیترال شود بخاطر که امکان داره که طرف مقابل که تورشن نکنه او هم چی کنه تورشن کنه. این تصویر شد به نام بل کلپر یاد میشه. دیگه چی داریم دکتر سویدیز؟ واریکوسیل داریم. واریکوسیل چیست؟ واریکوسیل بات است اما توسطوی اویه که در پمپینی فورم پلکسس است در اثر موجودیت یک وینوس پرشر. معمولا گفته سبب چی میشه؟ اسکروتر انلارجمنت در مردهایی که کاهل هستند و بیشتر طرف چپ می باشه. اگر یادتان باشه دلیلش گفته بودیم که در طرف چپ خود گنادل آرتری ها که بود، گنادل وین ها در کجا تخلیه می شود؟ در رینال، در رینال وین طرف چپ، باز رینال وین طرف چپ، در آی وی سی. اینجا یک فشار را با وجود می آورد در زاویه 90 درجه، یک فشار را با وجود می آورد که در باعث از این می ساخت که فشار در طرف که زیاد می شه باعث با وجود آمدن واریکوسیل در طرف چپ شود. بخاطر که من طرف چپ increase resistance to flow from left gonadal vein drainage into the left renal vein. resistance دیگه زیاد است چون فشار زیاد است. right side varicocele معمولا اگر موجود باشه نشان دهنده IVC obstruction می باشه که توسط چی؟ توسط renal cell carcinoma ممکن IVC obstruction باشه. این معمولا سبب infertility میشه بخاطر که در خود varicocele چون تجمع خون و قسمت زیاد است حرارت بلند میره و اسپرم در حرارت بالاتر نمیتونه که زنده بمونه. تشخیصش توسط استندینگ کلینیکال اگزام یعنی که شخص استاد میشه و فیزیکال اگزامش صورت میگیره، از طریق تشخیص میشه و یکی از طریق مانوری والسروا که ای چی میکنه؟ در والسروا به مریض گفته میشه که یعنی زور بزنه، ولی اگه وقتی که زور میزنه نمی خود پمپینیفورم پلکسس به شکل یک خلطه که از کرم ها پر باشه به با او رقم قابل دید مشاهده میشه او یش توسط میکنه و ای به شکل یک وقتی که جست شد به شکل یک خلطه که در بینش کرم پر باشه چون او یه ها توسط کنه دیگه و یکی توسط التراساوند هم میشه که تشخیص شده. ای مثل هایدروسیل ترانزیلومینیت نمیکنه اگه ما لایت از یک طرف پرتیم به شکل شفاف و جلادار قابل دید نمی باشه. تداوی از چی است که باید که سرجیکال لایگیشن و یا امبولایزیشن صورت بگیره در خود اینمی اویه ها یا در ورید ها. در صورت که میگه اگر پین و یا انفرتالیتی یعنی تا زمان که کدام سمتوم ایجاد نکنه کدام مشکل ایجاد نکنه خود غرض نمیشه و در صورت که اگر انفرتالیتی ایجاد میکنه یا دردای بسیار شدید ایجاد میکنه بازون توسط سرجری یا لایگیت میشه همی اویه ها یا هم امبولایز میشه. یه دکتر سویدیس این میتونه که بعض از اسباب دیگه هم داشته باشه، مثلا خود برای لاوی که گفتیم فشار در طرف چپ نی دیگه که دلیلش چی میتونه باشه دکتر سویدیس؟ خود امی وین ها رو میفهمین که وین ها والوشن یک طرف هسته، درست هسته؟ یک طرف هست یعنی وقتی که جریان خون دهش آمد ایوالف پس بسته میشه و از بک فلو یا از برگشتش پس برگشت دوباره جلوگیری میکنه. به صورت که نمی والف مشکل پیدا کنه سبب از این میشه که می خون بک فلو کنه و به شکل هاوز تجمع کنه و دایلیت شوه. دیگه ای که خود یک حالت از به نام نت کرکر فینامینا، نت کرکر فینامینا نت کرکر چی رقم از دکتر سیبایدیس که خود رینال وین ما سیز رینال وین ما بین سپیریر میزنتریک آرتری و در بین ایورتا قرار داره و در قسمتی کمپرس میشه. وقتی که کمپرس میشه
این باعث ازی میشه که امی تستیکولر وین ها درست داخل صورت نگیره و دایلت شه. دیگه اکسترا گنادل جرم سل تومر ها داریم. ایچی از سلکتر سای بایزیس این معمولا در قسمت مدلاین لوکیشن ای باوجود میه در کاهل هاست بیشتر دیگه میتونم وضعیت ریترو پیریتونیم داشته باشه، یعنی در خارج از ساحت ساحی اعضایی که اعضای پیریتونی هسته. دیگه در میدیاستینوم میتونم باشه، در قسمت پینیل میتونم باوجود بیاره و در قسمت سپرا سیلر ریژن ها. این دیگه ای که میتونم در اطفال باشه، هم در اطفال شیرخوار باشم، در اطفال نوجوان یا جوانتر. و معمولا ساکروکوکسیجیل تراتوما ها دیگه چی هسته؟ در بین ازیا کامن یا عام می باشه و بیشتر دیده شده. دیگه اسکروتال لیژن ها داریم، بیناین اسکروتال لیژن که یکی هایدروسیل است و اسپرماتوسیل است. اینا که هستن تستیکولر مز های هستن که به شکل ترانزیلومینیت یا اونمو وقتی که گلایت پرتی شفاف قابل دید می باشه. اینا ها هایدروسیل چیز. هایدروسیل که هست تجمعی مایی سیروزی در قسمت تونیکا و جینالیس. انواعش میتونه کانجینیتال باشه، اکوایر باشه. کانجینیتالش بنام کمیونیکیتنگ هم یاد میشه، اکوایرش بنام نان کمیونیکیتنگ. کمیونیکیتنگ چی رقم است که خود پروسیس و جینالیس که هست درست ابلیتریت نشده، بسته نشده، از او خاطر این یک کمیونیکیشن وجود است. درست است یک کمیونیکیشن وجود است یا بین یک راگک است ابلیتریت نشده. ای باعث از این میشه که اسپریتوان مایه بیاید در قسمت اسکروتوم همجا تجمع کنم و چی را اسکروتوم کلان کنه و جون مایه در بینش شفاف است، ترانزیلومینیت است. اکواردش که نان کمیونیکیتنگ است، یعنی تو کدام رای نیست که اسپریتوان بیاید به طرف اسکروتوم. دلیل از این میتونه یا انفکشن ها باشه، یا تراما باشه، یا هم تومور باشه. در صورت که اگر محتویات اینمی هایدروسیل آلخو هایدروسیل است، یعنی که آب، اگر محتویات از خون باشه به نام هماتوسیلیات میشه. دیگه اسپرماتوسیل داریم. اسپرماتوسیل که هستم خود اپیدایدیمال دکت یا قنات اپیدایدیمس ما و یا همریتی تستیس ما چی میشه؟ دایلیت میشه. دایلیت میشه و شکل سیست وقت میگیره. که دیزی تصاویر کلگیش هسته یک حالت نرمال هسته. ای پمپینی فرم پلکسوس هستم. یک خود اویه ها دیگه تستیکولر آرتری واز دیفرنس اپیدایدمس دیره کل شاخ داریم بیرین رجی خانده بودیم تستس و تونیکا و جینالیس. هایدروسیل چی میشه رکتر سایی بایزیس؟ این همی خود تونیکا و جینالیس همی بینین این باز مانده از پیریتوان مایه میاید جیره میپنده و تجمع میکنه. اسپرماتوسیل گفتیم چیز رکتر سایی بایز خود اپیدایدمال دکت ما و یا همریتی تستس بس دایلیت میشه و شکل یک سیسته که وقت میگیره که دیجا میتونیم ببینیم این قسمته. واریکوسیل که نمی آویه های وارید ها که بود پمپینی فارم پلکسس توسو کرده بود. دیگه از تستیکولار تورژن هم گفتیم تستش به موقعیت هوریزنتال قرار میگیره و تورژن میکنه و ایت یک حالت ایجاد میکنه. دیگه تستیکولار تومور ها داریم دکتر صاحب عزیز. تستیکولار تومور های ما که هست معمولا دو نوع هسته، جرم سل تومور هاست و سکس کورد استرومال تومور هاست. جرم سل تومور های ما که هست 95% تمام تومور های تستس تشکیل میده و منشش حجرات جرم سل می باشه که خود جرم سل ها وظیفش چیز پروڈکشن اسپرم می باشه. معمولا در مردای جوان دیده می شود. ریسک فاکتورش کریپتورشیدیزم یا اونمو اندسندن تستس هست، کلینیفلدر سندروم، اینا ریسک فاکتور هایش هست. صدایی اشخاصی می تانه زیادتر باوجود بیاره. دیگه ای که گفتم میتونه با شکل میکس جرم سل ها هم، یعنی یکی شکل پیور است یکی میکس است، میتونه با شکل میکس هم موجود باشه. ترانس ایلومینیت نمیشه، یعنی هم وقتی که اگر لایت پرتی به شکل شفاف یک چیز قابل دید نمی باشه. بایوپسی نمیشه به خاطر که ریسک ازی وجود داره که اسکروتوم زمینی ازی برابر نشه که در خود اسکروتوم میتاستاس به تعین میتومور اسپرید شود. ریمووت یا ایرادیکل اورشکتومی. دیگه سکس کورد استرومال تومور هاست که از امبریونیک سکس کورد منشأ میگیره. امبریونیک سکس کورد ها که هست در مردا با سرتولی و لایدکسل و در
سیمینیفریس تبیل و خانم ها با تیکا و گرانولوزاسل های فولیکل تبدیل میشن. 5% تستیکولار تومور های ما را سکس کورد استرومال تومور ها تشکیل میده و این معمولا بیناین میباشن. خود دکتر صاحب ایدیس حالا جنسل تومور ها را میخوانیم. جنسل تومور های ما که از شامل سیمینوما، امبریونال کارسینوما، تیراتوما و یوروکساکتومان و کوریو کارسینوما میباشن. یعنی این کل از یا منشیشان جنسل میباشن. این حال سیمینوما را میخوانیم یک حالت مالگنانت است، بدون درد میباشن و خود تستس به شکل هوموجینوس یا تمام قسمت هایش به شکل مشابه کلان شده میباشه همسان. این معمول ترین تومور تستیکول ها میباشه و مشابه یا معادل به اوورین دیسجرمینوما میباشه. بخاطر چی؟ بخاطر کدام منظری فراید ایگم. ای هم تشکل میتوام تشکل میده هر دوش منشی جرمسل داره دیگه از خاطر معادل هستن. در طفولیت یا واقعی نمیشه و تظاهر شیر خمز به شیر خمز در استولوژی ما رو میبینیم به شکل فراید ایگ که سایتوپلازم واتری و حجرات کرانکران به شکل لوبیول که منظری تخم سرخ شده را به خود میگیره. در جسوی پلاسنتر ارکلامین فاسفاتیس یا پلا بلند میره. دلیلشی است که خود سیمینوما گفتیم منشی جرمسل داره و جرمسل این ظرفیت داره که بعضی از مارکرها مثل پلا و چکنه تولید کنه. این هایلی رادیو سنسیتیو است، یعنی در صورت که رادیو تراپی شود جواب میده و این به مخاطر است که پروگنوز زیر خوب میسازه و میتاستاز شد و تاخیر مندازه. در قسمت پلاف اگر بگیم که اینا خودشان تومور مارکر هستند، وقتی که سویه زی بلند میره نشان میده که ایجا یک تومور جرمسل و مخصوصا سیمینوما موجود است. دیگه امبریونال کارسینوما داریم دکتر سایب عزیز. امبریونال کارسینوما خودش یک از تومورهای مالیگنانت اندفرنشیت می باشه، یعنی معلوم نیست که به یک حجره خاص تبدیل نشده. این یک حالت اندفرنشیت است و این میتونه دفرنشیت شه. دکتر سایب عزیز میتونه که به بعض حجرات خاص دفرنشیت شه، مثلا اگر به سنسیشی تروفوبلاست ها دفرنشیت شه این استجیر سویش زیاد میکنه. اگر مثلا با یولوکساکتومور ها دفرنشیت شوه میبخشین، اگر دفرنشیت شوه با حجرات که مشابه با یولوکساک باشه باز چیز در اشتاوی ای اف پی بلند میره. اینا رو بیم دماتن میخوانیم. میگیم که خود امبرینال کارسینوما یک حالت مالگنانت است، دردناک است. سیمینوما پینلس بوده مایی دردناک است و یک کتله هموراژیک با نکروز دیده میشه، یعنی میرقم یک کتله را تشکل میده. از لحاظ مورفولوژی یا شکل ظاهریش معمولا گلاندولار و یا هم پاپیلری می باشه. می تانه که به اشکال پیور باشه، انواع پیور داره و میکس داره. پیورش که است معمولا گفته ریر می باشه، ولی در پیور که است سوی ایف پی نارمال می باشه اما سوی اشتیجی بلند می باشه. پیور یعنی که تنها خود حجرات امبریونال است. میکس که است با انواع دیگه تومورها ممکن یک جایی باشه، مثلا با یولوکساک تومور یک جایی باشه یا با دیگه تومورها ممکن یک جای باشن. سوی اشتیجی دهی بلند میره اما ایف پی نرمال میباشه. اشتیجی بخاطر بلند میره چون بخاطر خودش گفتیم که اینا دفرنشیت میشه و سینسیشی تروفوبلاست و سوی اشتیجی بلند میره. ایف پی بخاطر نرمال هست بخاطر که پیور هست. دیگه پیور تنها خودش هست، تا خودش تنها اشتیجی میسازه و ایف پی نمیسازه. اما در صورت که باز میکس باشه باز با دیگه تومورها باز سوی اف پی بلند میره. پروگنوز از این از سیمینوما کده خرابتر میباشه و این معمولا میتاستاتیک میباشه، با میتاستاز تظاهر میکنه. دیگه تیراتوما هست، تیراتوما ها اوی که میچور باشه، میچور تیراتوما ها که حالت مالگنانتش میباشه معمولا در مردای کاهل دیده میشه، اما حالت بیناینش باز در اطفال و در خانم ها دیده میشه. دیگه یورکساک تومور ها دکتر سمر عزیز، یورکساک به نام اندودرمال ساینس تومور ها هم یاد میشه. این معمولا به حجرات دفرنشیت میشه که مشابه به یورکساک داشته باشه یا یورکساک الیمنت ها را الیمنت های عناصر یورکساک را خود داشته باشه. این یک حالت مالیگنانت و اگریسیف میباشه به شکل مخاطی و زرد قابل مشاهده میباشه. این مشابه به اوورین یورکساک تومور ها می باشه. دیگه شیلر دوال بادی هایی که مشابه به گلومیرولا قسمت قبلا در روز گذشته بردن تصویر هم نشان داده بودم. اینا شیلر دوال بادی ها را دیگه تشکل می تن. ایف پی تولید می کنه دکتر سایبای عزیز خود الفا فیتو پروتین که است معمولا توسط
یورک ساک تولید میشه. پرایمری یا جای تولید ابتدایش یورک ساک می باشه. پس چون تومان های یورک ساک است، حجرات مشابه با یورک ساک در زیاد است، از خاطر یا ای اف پی تولید میکنن. و ای بسیار برش تشخیصی است. این معمولا در اطفال کمتر از 3 ساله زیاد به وجود می آید یورک ساک تومان ها. و خود امی ای اف پی که است برای هم وسیله دیاگنوستیک است، هم تشخیصی است و هم در انظارش یا در پروگنوزش کمک میکنه که اگه وقت تر تشخیص شما انظار بهتر داره. دیگه کوریو کارسینوما از دکتر سایوه عزیز، کوریو کارسینوما یک حالت مالگنانت می باشد، دسوردر سنسیشی تروفوبلاست ها و سایت تروفوبلاست ها، یعنی در کل تروفوبلاست ها می باشد، میتاستاز از یه طریق خون و یا به شوش و به برین صورت می گیره. سوی اجتیجی دای بلند است بخاطر که تروفوبلاست ها منشی تولید اجتیجی می باشند. این سبب وجود آمدن جنیکومستی ها میشه. دلیل جنیکومستی ها ای است که خود اجتیجی را ما گفته بودیم که بیتا سابینت شان مشابه به الیچ و تی اس اچ بودنی در درس های امبریولوژی و امبریولوژی خوانده بودیم. برای اجتیجی که است بیتا سابینتش، خود بیتا سابینت شما گفته بودیم اس سی جی الفا سابینت و بیتا سابینت داره. الفا سابینتش که هست با الفا سابینت تی اس اچ و الچ مشابه است، اما بیتا سابینتش که هست فقط از لحاظ استرکچرلی با الچ و تی اس اچ یک رقم است، اما از لحاظ فانکشن و وظیفه باز یک رقم نیست، فقط استرکچرش. پس از او خاطر میتونه که ای چی کنه وقتی که سابی اس سی جی بلند میره، این میره چون استرکچرش مشابه با استرکچر ای سی جی است از الچ تا ایست، میره که تیلچ واصل میشه، بایند میشه. که تیلچ که بایند میشه ای در سبب تولید شدن یا تولید استروژن و تستسترون از خود تستس میشه. یه دیگه ای که خود تستسترون تولیدش زیاد میشه، سعی تستسترون کانورت میشه و استروژن ها سوی استروژن ها بلند میره. استروژن اینا رو بس نسبت استروژن بر تستوسترون بالا میره و ای باعث میشه که نزد یک آقا چی به وجود بیه، جینکومستی ها به وجود بیه. دیگه خود هایپرتایرویدیزم ممکن به وجود بیه. هایپرتایرویدیزم هم این دلیل است که استرکچرلی با تی اس اچ اینا مشابه هستند و یا میره با غذای تی اس اچ بایند میشه، وصل میشه و سبب تولید تی 3 و تی 4 میشه. تی 3 و تی 4 که سویش بالا میره هایپرتایرویدیزم ایجاد میشه و هایپرتایرویدیزم حالت است که میتابولیزم بدن بسیار بالا میره و با وجود آمدن ویت لاس میشه. دیگه هیت انتولرنس، انزایتی، هارت ریت بالا، اشتیاق زیاد میشه، دیگه تریمور یا لرزه پیدا میشه، عرق میکنه، عرق یعنی تولید عرق زیاد میشه، حالات رواز با وجود میره. دیگه هورمون لیول ها اینجا مثل تومور این کل شما خواندیم، اینجا فقط یک چارتک تشکیل داده کل از یه توضیح داده. پلاب گفتیم در کدام حالت بلند میرفت یا پلازنتر الکلین فاسفاتیز در سیمینوما بلند میرفت، اما در تومور های دیگه این نرمال است. یورک ساک تومور، کوریو کارسینوما، تیراتوما و امبریونال در حالات دیگه جنسل تومور ها نرمال است. دیگه الفا فیتوپروتین است، الفا فیتوپروتین در سیمینوما ها نرمال است، اما در یورک ساک تومور چیست؟ سویش بالا میره بخاطر که خود یورک ساک الفا فیتوپروتین تولید میکنه، منشیش تولیدش میباشه. دیگر کویر کارسینوما نرمال است، اما در تیراتوما ها ممکن سوی ایفی بلند بره و در امبریونال کارسینوما هم زمانی که میکس باشه و سویش بلند میره، اگر میکس نباشه پیور باشه نرمال میباشه. دیگر بیتا اچ سی جی دکتر سوی عزیز، بیتا اچ سی جی در سیمینوما بلند میره یا میتونه نرمال باشه، در یورکساکتومور هم میتونه یا نرمال باشه یا بلند بره. در کوریو کارسینوما بسیار زیاد سویش بلند میره بخاطر چی؟ بخاطر که خود تروفوبلاست ها دیجا محساب بود. در تراتوما سویش بلند نمیره، در امبریونال کارسینوما ها هم سویش بلند میره بخاطر که هم حاوی حجرات تروفوبلاست ها میباشه. دیجا دیگه نان جرم سل تومور ها داریم، لایدک سل تومور داریم. این معمولا حالت بیناین میباشه، به شکل گولدن براون کلر یا طلایی طلایی یا نسواری مدل و طلایی رنگش می باشه. ای هاوی رنگ کریستال ها می باشه. رنگ کریستال عبارت از نمو انکلوژن های
ایزنوفیلیکی است که در سایتوپلازم موجود می باشد. این سبب تولید اندروژن و استروژن می باشد. این در اطفال و در کاهلا اعراض علائم مختلف تولید می کند. در اطفال و در کاهلا. در کاهلا که است اما یک خود تستیکول هرمس یا سویلنگ قابل دید می باشد. جینیکومستیا را می تواند وجود بیارم چون اندروژن ها و استروژن تولید می کند. دیگه مریشی استروژن و اندروژن بالا می رن. دیگه خود هم لیبیدو یا شاق جنسی کم میشه، ایرکتال دیسفانکشن ها را ایجاد میکنه، حتی میتونه سبب انفرتایلیتی هم شه، به خاطر که اسپرم پروداکشن کم میشه. دیگه ای که سبب تستیکولار پین میشه یا خود دردای تستیکل. در اطفال سبب پریکاشی پیوبرتی میشه و جنیتالیا هم کلان میشه. دیگه سرتولی سل تومور ها داریم دکتر سیوای عزیز، حجرات سرتولی چی میشه؟ کانسرس میشه یا تومور دش پیدا میشه. به نام اندروبلاستوما هم یاد میشه، از سکس کوردستروما منشأ میگیره و معمولا بیناین میباشه. این تظاهرات را که باوجود میره ای برد زنمو یک تستیکولار مسه که به شکل بدون درد میباشه، سویلنگ میداشته باشه و در این هورمون الامبالانس ایجاد میشه چون خود حجرات سرتولی وظایف زیاد داشت که ما خونده بودیم نیه که از جمله تولید خود تستوسترون بود دیگه، ایمایف و ایگاپای دیگر تولید میکرد، اینهیبین تولید میکرد. این حالی یک هورمون الامبالانس باوجود میه. هورمون الامبالانس که باوجود آمد یعنی که استروژن نسبتش نسبت به تستوسترون بالا میره و جینکومستی و دینام دیده میشه. تشخیصش معمولا توسط فیزیکال اگزام وقتی که میبینن جس میکنن یک کتله جس میشه. توسط التراساوند ممکن تشخیص تفریقی شود. از یک قسمت و اگر بازم قانع کننده نباشه باز بایوپسی گرفته میشه. تداویش هم سرجیکل ریموول میباشه. دیگه پرایمری تستیکولر لیمفوماز دکتر صاحب عزیز، منشی از حجرات خودم انساج لیمفوید که تستس هستن و لیمفوسایت تولید میکنن. منشی از حجرات لیمفوسایت ها می باشه که یک حالت مالیگنانت و اگریسیف می باشه و شکل دیفیوز، یعنی به شکل دیفیوز موجود می باشه که حجرات بی سل چی میشه؟ کلان میشه و لارج بی سل لیمفوما را ایجاد میکنه. معمولا بایلیترال می باشه و معمول ترین تستیکولار کانسر ها در مردای بیشتر از 60 سال می باشه. این تظاهرات را که ایجاد میکنه عبارت از اونمو یک مس بدون درد می باشه یا پینلس تستیکولر مس می باشه. دیگه اعراض سیستمیک هم می تونه مثل تب، عرق، ویت لاس، این مشکلات هم می تونه ایجاد کنه. دیگه تشخیص از این هم توسط فیزیکال اگزام می شه، گونه مماس قابل جسم می باشه. دیگه التراسان به خاطر قانع شدن بیشتری و خاطر رسیدن به تشخیص نهایی، اگر التراسان هم کمک نکنه باز بایوپسی می کنیم. دیگه تداوی از این با سرجری است که اورشکتومی میشه و نمو قسمت خصیه برداشته میشه. اورشکتومی میشه و به تعقیبش باید کیموتراپی و رادیوتراپی هم مفید هستن. دیگه دکتر صاحب عزیز، حالت های التهابی است که اپیدایدمایتیس و اورشایتیس میگنش که معمول ترین دلیل از این میتونه که کلامیدیا تراکوماتیز باشه، نایزیریا گونوریا باشه. معمولا در اشخاص جوان به خاطر که یا سکشوال ترانزمیتد انفکشن هستن که ینگ میل ها از لحاظ سکشوال چون فعال می باشن، ای در اونا زیادتر انتقال می تن. دیگه ایکولای و سودوموناز هسته در اشخاص کاهل و معمولا مترافق با یو تی آی یا با یورینری تراکت انفکشن و بیناین پروستاتیک هایپرپلاژی، اینا مترافق می باشن. دیگه دلیلش میتونه که اوتوایمیون باشه که خود سیمینوفریستیبول ها چی پیدا میکنه؟ گرانولوما پیدا میکنه و یک حالت التهابی رو میتونه با وجود بیاره. اینا حالا هر کدام شو جداگانه میخوانیم، اپیدایدمایتیس و اورشایتیس اینا چی هستن. اپیدایدمایتیس خود انفلامیشن اپیدایدمیس میباشه. اپیدایدمیس هم براتون توضیح داده بودم یعنی که این یک خصیه باشه، لبنش تستس باشه، بالای تستس یعنی اپیدایدمز بود. این اپیدایدمز بود که باز تو بالا میره به طرف سیمینیفیرس، میبخشیم به طرف میدکت هایی که اسپرم انتقال میده و
میاره به طرف کجا؟ به طرف یوریترال پینیس، پینایل یوریترا. خب دکتر صاحب، از تظاهرات از چی میواز؟ تظاهرات از این درد از تورم از چون انفلمیشن دست آغاز دیگه سایی درد از تورم از تب لرزات دیسیوریا افرازات دیگه اینا کلش چی باشه موجود می باشه. اینا اینا رو اینجا میگه present with localized pain and tenderness or posterior distress. پرینسان دهی مثبت می باشه دکتر صاحب عزیز. پرینسان چی بود نما گفتیم انی وقتی که امون یک طرف خصوصیه وقتی که دکتر فیزیکال اگزام انجام میده ایمانه رو وقتی که میکنه وقتی که اون طرف خصوصیه که درد داره تورم داره تندرنس داره وقتی که بلند میشه ایفا بلند شدن دردش آرام میشه درد که آرام شد اینه میگه پرینساین پوزیتیف پین ریلیف و دسکروتال الیویشن این میتونه که خود تستس هم چی کنه مصاب بساده دیگه آرشاید سر دکتر صاحب عزیزی هم یک حالت انفلمیشن تستس می باشه که تظاهراتش تستیکولر پین است تورم است دیگه ایرتیما گرم ساها گرم میشه سرخی پیدا میکنه مامز آرشاید سر انکریز انفرتیلیتی ریکس حالت یک حالت از به نام مامز یا کلاچرک میگیم نی یا میتونه سبب آرشاید شوه و این در این حالت که مامز دلیلش باشه انفرتیلیتی ریسک یا خطر اقامت در مردا بسیار بلند می باشه. این معمولا در اطفال یا در پسرهای کمتر از 10 سال به وجود میاد. اول پروستاتیک پاتولوژی رو می خونیم. از جمله ما داریم بیناین پروستاتیک هایپرپلاژیا یا بی پی اچ که بسیار این حالت معمول می باشه. بسیار سر از این بحث و این گپا زیاد می باشه. معمولا در مردای بیشتر از 50 سال دیده می شود. کرکتر از یا چی رقم است که خود ترانزیشن زون که در پروستات است درست است ترانزیشن زون پروستات این قسمت می باشه اینی پریفرال زونش هست است اینی هم سنترال زون است این ترانزیشن زون است و این طرف مقابل شما است فیبرومسکولر زون معمولا در ترانزیشن زون پروستات تغییرات که به وجود میاره و شکل اینی خود ترانزیشن زون کلان میشه و شکل سموت الاستیک و نادجولر و معمولا هایپرپلاژیا می باشه هایپرتروفی نمی باشه هایپرپلاژیا که تعداد حجرات نمبر حجرات کلان میشه اما هایپرتروفی که از باز ده هایپرتروفی سایز حجرات کلان میشه نمبرش زیاد نمیشه تعدادش زیاد نمیشه این وقتی که کلان میشه اینمی زون کلان میشه چیره خود یوریترا را یا اهلیل که از بین پروستات تیر شده او را کمپرس میکنه و شکل چی؟ به شکل عمودی کمپرسش میکنه و این حالت پری مالگنانت نمی باشه تظاهرات شیره وقتی که کمپرس میکنه یوریترا را درست است اهلیل وقتی که کمپرس میکنه اینال پس کدام تظاهرات ایجاد میکنه یک فریکونسی یورینیشن ازیاد میکنه فریکونسی ادرار برش پیدا میشه زود میره ادرار میکنه نکتوریا ادرار شبانه برش پیدا میشه difficulty starting and stopping urine stream نمیتونه اینکه از ابتدا آغاز کرده نمیتونه خود یعنی همی جریان ادرارش آغاز نمیشه وقتی که آغاز شد پس استاپ شده نمیتونه مشکل ایجاد میکنه دیگه دیسیوریا است که وقت ادرار برش درد پیدا میشه این چون چی شده نی؟ خرد شده این که خرد شده ادرار زیاد پایین نمیه سعیست این ادرار به طرف بالا میره در مسانه سبب دستنشن مسانه میشه و هایپرتروفی بلدن مسانه چی میشه؟ دستنت میشه کلان میشه و خود جدارهش خود مثلا هایپرتروفی میکنه یعنی سایزش کلان میشه چون در مقابل او فشاره که آب که در جام شده میره در مقابل از این باید یک ادپتیشن کنه اینجوری میشه کلان میشه هایپرتروفی میکنه خود یک کلان میشه ادرار تجمع کده میره به طرف بالا میره دیگه بالا میره به طرف حالب ها به طرف کلیه این سبب هایدرونفروزس میشه دیگه ای که چون یوتی آی چون استاز ادرار واقع شده این ممکن انتانات دیجه به وجود بیه و انتقال کنه سبب یوتی آی میشه یورین الکترکت انفکشن خود پی اس ای یا پروستات اسپسیفیک انتیجن دیجه سویش بالا میره بخاطر چی خود از این که از حالت نرمال اب نرمال توسط حجرات که در پروستات است تولید میشه وظیفه شما این است که خودم سمینه در منی را در مایه منی چی بسازه
رقیق بسازه، لیکوفای بسازش. در حالتهای نرمال در خون سوی پی ای سی کم می باشه، اما چی گونه در بی پی ایش بلند میره؟ یکی خود گفتیم که هایپرپلاژیا میکنه. وقتی که هایپرپلاژیا کنه تعداد حجرات زیاد میشه، تعداد حجرات که زیاد شد هر حجره پی ای سی تولید میکنه، پس سوی پی ای سی هم چی میشه؟ بلند میره. دیگه در خود هایپرپلاژیا که هست هم حالت نرمال حجره یا آرکیتکچر نرمال حجره بر هم میخوره و سبب از این میشه که پی ای سی در خون لیک شه و سویج بلند میره. دیگه خود انفلامیشن هایی که در بی پی ایش باوجود میگم باعث از این میشه که پی ای سی سویج بلند بره. گفته که پی ای سی is made by prostatic epithelium stimulated by androgens. تریتمنت یا تداوی از یا چیز چی رقم صورت میگیره؟ دکتر صاحب عزیز، تا یک الفا وان انتاگونیست ها داریم که تیرازوسین است و تامسولوسین. تیرازوسین و تامسولوسین اینا سبب ریلکسیشن اسموت مسل میشه، به خاطر که نمی خود ریسپتورش بلاک میکنه، الفا بلاکر ها خوب بلاک میکنه و سبب ریلکسیشن اسموت مسل های که در پروستات است و در قسمت نکش است میشه و امی رزیستنس که در مقابل قسمت یوریترا رزیستنس که باوجود بودی نمیره امپروف میکنه و یورین فلو امپروف میشه. دیگه 5 الفا ریدکتیز انهیبیتر ها مثل فنستریل است. سعیست دیگه 5 الفا ریدکتیز، دکتر صاحب عزیز، خود الفا 5 الفا ریدکتیز ما میفهمیدیم که تستسترون بدای هایدرو تستسترون تبدیل میکرد. سعیست بدای هایدرو تستوسترون تبدیل میکرد. دای هایدرو تستوسترون باز در گروت یا در رشد پروستات رول داشت. این حال وقتی که ما ایر انهبت میکنیم سوی دی اچ تی پایین میایه و این باعث از این میشه که سایز پروستات دوباره شرنگ کنه و خرد شوه. دیگه پی دی ای 5 انهبیتر ها داریم یا فاسفودایستریز 5 انهبیتر مثل تا دا لفیل. وظیفه از یه چیز دکتر صاحب عزیز؟ خود فاسفو دایستریز پنج دکتر صاحب عزیز در اسموت مسل هایی که در پروستات هست، در بلادر هست و در وزل هایشان دریافت میشه، وقتی که انهبیت شوه این سبب اسموت مسل ریلکسیشن میشه. وقتی که ریلکسیشن واقع شوه دیگه جریان خون بلند میره و اونم اعراض که یورینری اعراض را که ایجاد کرده و را کاهش میده. دیگه سرجیکال ریزکشن هاست، میتودای مختلف هست، مانند تورپ یا ترانس یوریترال ریزکشن اف پروستات هست یا ابلیشن هاست که به خاطر تداوی جراحیش استفاده میشه. دیگه پروستاتیک دسوردرها داریم دکتر صاحب عزیز که حالت پروستاتایتس یا انفلامیشن پروستات می باشه که معمولا تظاهرات عمومی از دسیوریا فریکونسی و ارجنسی می باشه. دیگه لو بک پین است، پروستات انلارج شده می باشه، به شکل حساس هست بسیار و گرم می باشه، وقتی که جست شده گرم می باشه. ما اکیوت باکتریال پروستاتایتس داریم و کرونیک باکتریال پروستاتایتس داریم. اکیوتش که هست معمولا در مردای کاهل باوجود میاد و معمولترین دلیلش هم ایکولای میباشه. در اشخاص جوان کلامیدیا تراکوماتیس و نایزیریا گونوریاس که اونمو سیکشوال ترانزمیتد انفکشن ها بودن اونمو میباشن. دیگه دکتر صاحب عزیز کرونیک پروستاتایتس داریم. کرونیک پروستاتایتیس میتونه با شکل باکتریال باشه و یا نان باکتریال باشه، معمولا میتونه که سکندری باشه، یعنی با شکل سکندری از دیگه انفکشن های دیگه قسمت ها به پروستات و ایره انفکشن کنن. دیگه نرف پرابلم ها هست که معمولا مشکلات که دمی نرف یا نرف انجوری هایی که موجود میباشه سبب با وجود آمدن اینمی درد های مثل پین و ایگاپا میشه، که مثلا نرف هایی که در جمعه هست یکی پودندل نرف هست، یکی هم ایلیو انگوینال و جینیتو فیمورال هست. جینیتو فیمورال و همچنان خود هایپوگستریک پلکسوس
اینا زمانی که بین این نروها دمج واقع میشه بازی سبب از مادن امو پین و درد ناشی از پروستاتایتیس میباشه ای را ایجاد میکنن. نیا پروستاتیک ادینوکارسینوما است، معمولا در مردای بیشتر از 50 سال دیده میشه و در قسمت پوستریو لوب پروستات یا در پریفرال زونش معمولا ای وجود میاد و توسط افزایش پروستات اسپسیفیک انتیجن های چی میشه دیاگنوز میشه. همچنان دیاگنوزش توسط نیدل بایوپسی هم میشه که یا از طریق ترانسرکتال یا از طریق التراساوند، یعنی با رهنمایی التراساوند اینا بایوپسی میگیرن. هیستولوژی که میگه از لحاظ هیستولوژی تقسیم بندی میشه و به نام گلیسن گریت یاد میشه. گلیسن گریت اونم تقسیم بندی است که نظر به مو گلندولار آرکیتکچر یا مو شکل گلندولارش و ای که نظر به میتاستات ظرفیت میتاستاتی کشی تقسیم بندی میشه و گریت بندی میشه. پس در کل میتونیم بگیم که خود گلیسن گریت که است اونم سیویریتی یا شدت کانسر نظر به مایکروسکوپ اپیرنس که از بایپسی به دست آمده نظر به او تعیین میکنن. دیگه که پروستاتیک اسید فاسفاتیس یا پاپ این پی سی ار یوزفول تومور مارکر ها، این همی دو تا تومور مارکر های هستند که به خاطر تشخیص ادینوکارسینوما استفاده می شوند که سوی توتال پی سی بلند میره اما شکل فریش کاهش پیدا میکنه. توتال بلند میره اما فری پی سی کاهش پیدا میکنه. دیگه ای میتونه میتاستات به تبع استیبولاست ها داستخان در استیجای آخر خود که مشخصی میتاستاتش باز چی میباشه لور بک پین و های الک فاسفیت سیرم الک فاسفیت و پی سی بلند میره و در چی وقت در کدام حالت در حالت هایی که میتاستات موجود باشه و در اسپاین میتاستاتش از طریق ورتبرال وینس پلکسوس ها صورت میگیره.